نگرانی ها از افزایش روزافزون تلفات غیر نظامیان در کشور. کمیسیون حقوق بشر میگوید که تلفات غیر نظامیان در ماه های اخیر بیشتر شده است. تلفات ملکی از هر طرف منازعه، چی از دولت و همکاران بین المللی دولت صورت بگیره، چی از طرف مخالفین مسلح حکومت افغانستان صورت بگیره، قابل قبول نیست و باید مورد پاسخگویی قرار بگیره. بانو سمر از دادگاه های جهانی می خواهد که پرونده های ناقضان حقوق بشر را بررسی کنند. در رابطه با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت می گیرد، تلفات ملکی و حمله در مناطق ملکی و تاسیسات ملکی جز جرایم جنگی و جرایم ضد بشری محسوب می شود، باید از طرف محکمه جزایی بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. از سوی دیگر شهروندان کشور از گروه های درگیر نبرد می خواهند که نباید غیر نظامیان را آماج قرار بدهند. دی په ځای ستل مکتب نه جنگ وکې جمعات کې وکې په جمعات باندې وکې دی په ځای ولاړ څه میدان ته ورسره ووځه. نو د موږ ملکي وګړو څه ګناه ده؟ دولت باید امنیت مارو بگیره، امنیت انفجاری و مثلا ماین و کشتار مردم بیگناه ناق، چرا کشته شویم ما؟ این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که در یک ماه اخیر راسفگانان بیشتر مکان های مقدس و محل های غیر نظامیان را در ولایت های کابل، خوست، کندوز، کندهار و برخی دیگر از ولایت ها آماج حمله های راسفگانان قرار دادند.